سلام، من مجید هستم. After a long time, I have a new video of Persian reading for you today. Today's text is a Persian short story. I will read it for you twice. First, slowly with translation, and the second time, a normal reading without translation. روزی مرد بسیار ثروتمندی بود که هیچ وقت پولهایش را خرج نمی کرد. Once upon a time, there was a man who was really rich that or who never spent his money. او می ترسید که کسی پولهایش را بدزدد. He was afraid that somebody would steal his money. او وانمود می کرد فقیر است و لباس های کثیف و کهنه می پوشید. He pretended that he was poor and he used to wear dirty and old clothes. مردم به او می خندیدند ولی او اهمیتی نمی داد. People laughed at him, but he didn't care. او فقط به پولهایش اهمیت می داد. He just cared about his money. روزی یک تکه بزرگ طلا خرید و آن را در چاله‌ای نزدیک یک درخت مخفی کرد. One day he bought a big piece of gold and hid it in a hole near a tree. هر شب کنار چاله می رفت و می نشست و به گنجش نگاه می کرد. Every night he went or he used to go to the hole and he sat and looked at his treasure. می گفت هیچ کس نمی تونه طلای منو پیدا کنه. He said, nobody can find my gold. اما یک شب دزدی او را هنگام نگاه به طلایش دید. But one night a thief saw him when he was looking at his gold. و وقتی او به خانه رفت دزد تکه طلا را برداشت. And when he went home, the thief took the piece of the gold. آن را درون کیسه اش انداخت. Put or threw that in his bag. و فرار کرد. And went away. روز بعد مرد رفت تا طلایش را نگاه کند، اما طلا آنجا نبود. The next day the man went to see or to look his gold, but the gold was not there. ناپدید شده بود. The gold had disappeared. مرد شروع به داد و بیداد و گریه و زاری کرد. The man started shouting and crying. صدایش آنقدر بلند بود که پیرمرد دانایی آن را شنید. His voice was so loud that a wise man heard him. و آمد
که به او کمک کند and came to help him. مرد ماجرای غم‌انگیز تکه طلای به سرقت رفته را برایش تعریف کرد. The man told him the sad story of the stolen piece of gold. او گفت نگران نباش. The wise man said, don't worry. سنگ بزرگی بیار و توی چاله نزدیک درخت بذار. Bring a big stone and put it in the hole by the tree. مرد گفت چی؟ چرا؟ The man said, what? Why? پیرمرد دانا گفت با تیکه طلات چی کار می کردی؟ The wise man said, what did you do or what did you use to do with your piece of gold? گفت هر روز می شستم و نگاش می کردم. He said, every day I used to sit and look at it. پیرمرد دانا گفت دقیقاً. The wise man said, exactly. میتونی دقیقاً همین کارو با یه سنگ هم بکنی. You can do the same thing exactly with a piece of stone. مرد کمی فکر کرد و بعد گفت آره راست میگی. The man thought for a while and then said, you are right. چقدر نادون بودم. How ignorant I was or how dumb I was. من واسه خوشحال بودن نیازی به تیکه طلا ندارم که. For being happy I don't need a piece of gold. روزی مرد بسیار ثروتمندی بود که هیچ وقت پولهایش را خرج نمی کرد. او می ترسید که کسی پولهایش را بدزدد. او وانمود می کرد فقیر است و لباس‌های کثیف و کهنه می‌پوشید. مردم به او می‌خندیدند ولی او اهمیتی نمی‌داد. او فقط به پول‌هایش اهمیت می‌داد. روزی یک تکه بزرگ طلا خرید و آن را در چاله‌ای نزدیک یک درخت مخفی کرد. هر شب کنار چاله می رفت و می نشست و به گنجش نگاه می کرد. می گفت هیچ کس نمی تونه طلای منو پیدا کنه. اما یک شب دزدی او را هنگام نگاه به طلایش دید و وقتی او به خانه رفت دزد تکه طلا را برداشت، آن را درون کیسه اش انداخت و فرار کرد. روز بعد مرد رفت تا طلایش را نگاه کند، اما طلا آنجا نبود، ناپدید شده بود. مرد شروع به داد و بیداد و گریه و زاری کرد. صدایش آنقدر بلند بود که پیرمرد دانایی آن را شنید و آمد که به او کمک کند.
مرد ماجرای غم‌انگیز تکه طلای به سرقت رفته را برایش تعریف کرد. او گفت نگران نباش، سنگ بزرگی بیار و توی چاله نزدیک درخت بذار. مرد گفت چی؟ چرا؟ پیرمرد دانا گفت با تیکه طلات چی کار می کردی؟ گفت هر روز می شستم و نگاش می کردم. پیرمرد دانا گفت دقیقاً، می تونی دقیقاً همین کارو با یه سنگ هم بکنی. مرد کمی فکر کرد و بعد گفت آره راست میگی، چقدر نادون بودم. من واسه خوشحال بودن نیازی به تیکه طلا ندارم که.